زهرای کهنسال ناگزیر است برای پیدا کردن لقمنان فاصله درازی از خانه تا محل کار بپیماید تا در بدل 70 افغانی از بام تا شام مصروف پاکاری لوبیا باشد. آرد ندارم، روغن ندارم، 20,000 پیقص دارم، کرای خانه دبل من دارم. یافته های یک نظرسنجی تازه برنامه جهانی غذا نشان می دهد که 98% از شهروندان افغانستان خواربار بسنده برای خوردن ندارند. بر بنیاد یافته های این نظرسنجی، همکنون از راه ناچاری از هر 10 خانواده 9 خانواده غذای ارزانتری می خرند که مواد مغذی کمتری دارد. از هر 10 تن 8 تن غذای کمتری می خورند. اکنون بحران اقتصادی پیچیده، درگیری و خشکسالی سبب شده اند تا خانواده هایی با درآمد متوسط به سختی بتوانند با آنها کنار بیایند. هرچند این نهاد از رسانیدن کمک های بشری به 15 میلیون تن در سال 2021 خبر می دهد، اما تاکید می ورزد که اوضاع اقتصادی افغانستان نیاز شدید به کمک های بیشتری دارد. ما نمی توانیم هیچ لحظه ای را تلف کنیم. ما نمی توانیم هیچ فرصت را برای دست به کار شدن از دست بدهیم. بنابراین در حقیقت 15 میلیون افغان در سال 2021 کمک های برنامه جهانی غذا را دریافت می کنند. اما با اقتصادی از هم پاشیده به کارهای بیشتر نیاز است. سازمان ملل نیز می گوید که شهروندان افغانستان از راه گذر اقتصادی با بحران ژرف انسانی روبرواند. مردم افغانستان امروز با یک بحران ژرف انسانی روبرو هستند که بنیادی ترین حقوق بشر را تهدید می کند. زندگی اقتصادی به دلیل فروپاشی نظام بانکی و بحران شدید نقدینگی تا اندازه زیادی فلج شده است. با فرارسیدن زمستان، زنان، مردان، پسران و دختران با فقر و گرسنگی شدید و خدمات عمومی محدود روبه و خامت به ویژه در بخش مراقبت های بهداشتی روبرو هستند. ظاهرا کسانی که در افغانستان با بحران اقتصادی روبرو و برای پیدا کردن لقمنان تقلا می کنند، راه دیگری جز چشم برای کمک های بشردوستانه ندارند.